ما سعی میکنیم در سطح دانشگاه‌های رده اول دنیا انشالله درس اقتصاد کلان رو در سطح MBA، حالا منظور از MBA چی هست؟ ما بنا نداریم بیایم به شما تئوری در اینجا ارائه بدهیم، ما بنا داریم بیایم اقتصاد کاربردی خدمت شما ارائه بدیم، یعنی اقتصادی به شما ارائه بدهیم که پس فردا وقتی که در بازار سهام قرار دارید تحلیل درستی از شرایط اقتصادی داشته باشید، یا اگر که فلان مسئول اقتصادی میان صحبت‌هایی میکنن، ما بنامون این هست که شما بتوانید قدرت تحلیلی بالایی انشالله پیدا بکنید و بتوانید بهتر کند و کاو کنید، بهتر متوجه بشوید که وضعیت اقتصاد، شرایط اقتصاد به کدام سمت پیش می‌رود. دوستان قبل از اینکه من آغاز کنم که خیلی هم سریع سعی می‌کنم که آغاز کنم، چون مطالبی که قرار خدمت شما عرض کنم شاید چند صد عنوان دارد، من چند صد عنوان رو انشالله میخوام خدمت شما ارائه بدهم. قبل از اینکه من ده آغاز کنم یک مسئله رو باید خدمت شما عرض کنم. علم اقتصاد یکی از معدود علوم انسانی و معدود علوم اجتماعی است که متاسفانه یا خوشبختانه علم اقتصاد میتونیم ادعا کنیم که شهودی یا اینتیوتیو نیست، به خصوص علم اقتصاد کلان اینتیوتیو یا شهودی نیست. مثال میزنم خدمت شما، یک بحثی در کل دنیا در جریان هست که حداقل دستمزد باعث افزایش سطح رفاه میشه، لااقل باعث افزایش سطح رفاه اقشار فرودست جامعه میشه. شاید ما در این کلاس یک روزی فرصت کردیم که خدمت شما در مورد حداقل دستمزد صحبت کنیم و نشون بدیم که احتمالاً احتمال خیلی زیاد ممکنه چنین نباشد. حداقل دستمزد اتفاقاً میتواند رفاه اقشار فرودست جامعه را کاهش بدهد.